الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبا فی هذا الساعت و فی کل ساعت ولیاً و حافظاً قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارض کتابا و تمتعه فی ها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد. چشات بر نگردون از منی که اون چشار دیدم از تو، بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. نگام که می کنی حالم با حال آسمون فرقی نداره، دلت وقتی که می گیره میگم امشب باید بارون بباره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. کسی جوری که من هر ثانیه مردم برای تو بمیره، محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره. نگو توی این شما نمیدونی من چیه دلم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکرم. از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم، بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به روی ما شما وطنان نازنین، دوست داشتنی و مهربان خودم. خیلی خوش آمدید خانم ها و آقایان. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات همه شما عزیزان دل. خیلی مخلصیم، خیلی خوشحالیم و سپاسگزار از درگاه خداوند متعال به جهت این افتخاری که بنده حضور و رفقام داریم که در این لحظات روبروی شما هستیم. به محصل امروز خوش آمدید. آیتمی رو میخواییم پخش بکنیم که لحظات فوق‌العاده‌ای رو خلق کرد با همت و محبت و مهربانی شما. این آیتم رو تماشا بکنیم. امروز هم روز مهمی است در قاب محصل. که دارم امیدوارم یه روزی بشه این در زندان به روی من باز بشه تا بدونم دوباره کنار خانوادم باشم. مهمانان امروز ما که چهار عزیز هستن از زندان تشویق بودن، همین امروز اصطلاحاً تحت الحفظ با رضایت قلبی خودتون تشریف آوردید؟ بله. مشکلی که نداشتید؟ نه، بدون هیچ اجبار و اصراری خواست قلبی خودمون اومد. شما چطور خانم؟ بله، با رضایت کامل، با افتخار. من 6 ماه زندانم. شما 6 ماه زندانید؟ بله. و خانم 7 ساله که زندان تشریف دارید؟ نه والا از سال 86. از سال 86 10 ساله. بله تو زندان هست. بدارم شما برای چه عددی 11 سال زندان؟ من برای 18.5 میلیون تومان الان 11 ساله که در زندان مرکزی اصفهان. من که یه زنم، یه مثلثی، هر زنی یه مثلث خوشبختی داره که اولش تشکیل میشه از خانواده، آبرو، اعتبار. در واقع یک زن وقتی وارد زندان میشه این مثلث خوشبختیش رو از دست میده. این که یه آدمی برای 1 میلیون تومان 1 میلیون تومان 10 سال زندانه. بله. کی میتونه اینو باور کنه؟ من تو 6 ماهی که زندانم همه چیزمو از دست دادم، همه چیزمو. خانوادت از دست میدن، میکننشون زیر خاک، دیگه نمیبینیشون. کسی هست دور و بر شما تو زندانی که شما هستین که اگر قرار بشه آزادی اتفاق بیفته شما ترجیح بدین اون زودتر از شما آزاد بشه؟ بله هستن. شما 7 سال زندانید. بله. همه کمی نیست. ما بچه دارن. آورد افرادی در زندان ما در بند ما هست که زنش روانی در تیمارستانه، بچه معلوم داره نزده همزاده هاشه و دختر دمه وقت داره، داماد میاد خانمش ردشو میکنه که نفهمیم پدرش زندانه. فکر میکنید چند وقت دیگه آزاد بشه؟ من اینو اصلا نمیدونم. تخمینتون چقدر؟ نمیدونم. مفتخرم از این که من اینو میگم، فقط باعث افتخارم و اونم اینه که نامه آزادی شما دست من که شما از بعد از برای ما دیگه ماموران عزیزی که زحمت کشتن شما رو بردن دیگه برمیگردین زندان، میتونید برگردید به منزلتون و زندگیتون ادامه بدید. و دو تا عزیزی که امروز تو پشت صحنه ما هستن که نشد ما خدمتشون باشیم، اون عزیزان هم همینطور. نمیشه آقای علی خانی یه بار دیگه سر سفره کنار بچه ها باشه. از همه تون ممنونم، خاک زیر پای همه تون. ما که کاری نکردیم، مردم کردن.
شما الان زنگ زده بودین گفتین من میخوام بیام استقبال مامان، ولی مامان انشالله دیگه داره میاد خونه. پس الان میری و رفقا خودمون سن بعد میری خونه. من ازت پرسیدم که حالا دوست نداشتی خیلی ما همراهت بیایم خونه، ولی سلام ما رو برسون ان شاء الله. چند ماه شما را قربونت برم فداتم. چکرین خیلی تلاش کردیم، قربون شما برم ان شاء الله که خوش بگذره آزادی. مبارک باشه، خدا حافظ. با کی تلفنی حرف زدین اول بعد از برنامه؟ خیلی ذوق کرد، خیلی خواهرزادتون دیدم داشتین حرف می‌زدین، خیلی کیف کرد. خانم شما هم که اشاره تا فردا کار آزادی انجام میشه، چون ما خودمون هم فکر نمی‌کردیم امروز اینجا مبلغی که تأمین رد مال شماست تأمین بشه و آزادشین، ولی به لطف دوستان این اتفاق افتاد. هیچ جای دنیا مردم کشور منو نداره. دستبوس تک به تکشونم، خاک پای همشونم. فقط یه خواهش ازشون دارم، تو رو خدا امشب برای همه زندانی‌ها دعا کنید. ما به نمایندگی 200 تا دل شکسته اومدیم اینجا. دیدم که چقدر هیجان زده شدی، حتی شما هم خبر نداشتین که آزاد میشن. بله. شما توضیح بدین بفهم. حالا ما از خودمونم شوک زده شدیم، یعنی نمیدونم واقعا چی بگم. البته با توجه به شرایطی که ما خودمون اونجا ایجاد کردیم، من اینجوری بهتون بگم، ببینید توی زندان هیچ شرایط سخت نیست، شرایط سخت ما فقط آزادیه. و متاسفانه با توجه به اینکه توی هیچ قانونی تعریف نشده که بخوان کمکی مثلا به زندانی بکنن برای آزادیش جز جرائم غیر عمد، ما متاسفانه جرائم عمدمون تو زندان ماندگار میشه. یعنی اگر تو کمک های مردم نباشه ما نمیتونیم واقعا دستمون بسته. حالا خدا شکر این اتفاق ما در محصر تونستیم میزبان این اتفاق. بله. خیلی خوش اومدید، خیلی ممنونم از محبتتون. مجدد به احترام تک تک شما هموطنان نازنین و بزرگوارمون می ایستم به نمایندگی از طرف همه رفقان و دوستان و ازتون تشکر میکنم و قدردانی به خاطر این حجم محبت و عاطفه‌ای که شما دارید برای خلق همچین لحظات درخشانی که ماها همه تماشاگر این ماجرا بودیم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر از همه شماها سپاسگزاری میکنم. یه بار دیگه سعی میکنم این نکته رو توضیح بدم، چون در چند روزی که اتفاق افتاد، برای اینکه بعدش میخوام از یک عددی صحبت بکنم و یک حجم محبتی که شاید غیر قابل باور باشه برای خیلی ها، از جمله من و همه رفقا که شگفت زده ایم از این حجم محبت شما. و اون هم در مورد قریب 1000 نفری هن که به مرز آزادی رسیدن. تا الان شاید 800 نفر آزاد شدن، شرایط بعدی داره فراهم میشه که قطعا به مرز 1000 نفر میرسن. تو برنامه پریروز مفصل گفتگو کردیم و شاید از روزی که این ماجرا آغاز شد یه اتفاق افتاد، وارد زندان ها شدیم با محبت و اذن سازمان زندان ها که چقدر خوب محبت کردن و تلاش کردن. و از تعدادی خواستیم که اگر کسی تمایل داره برای اینکه گفتگو بکنه تشریف بیاره. اتفاق متقاضی بسیار زیاد بود، کسایی که دوست داشتن این حرف رو بزنن و من و شما بشنویم، و با رضایت و خواست قلبیشون تشریف آوردن و گفتگو کردن. حالا دو تا از عزیزان علاقه من نبودن که تصویرشون پخش بشه که ما هم اطاعت کردیم، دو عزیز اتفاقا اصرار داشتن که دیده بشن، چون به شدت مقید به این نکات هستیم در برنامه، برای اینکه همون حالا اگر یه سهم اندکی هم در این برکت داریم اون از خودمون سلب نکنیم. این اتفاق افتاد. ماجرایی که وجود داره در روزهای قبلم توضیح دادم، کماکان بعضی ها پرسش دارن و به شدت وسواس دارن که این بسیار بسیار خوبه. بازم یه بار دیگه توضیح میدم که مردم عزیز و نازنین، شما با محبتتون کسانی رو آزاد کردین که روزی به دلیل اشتباهی یا حتی اتهامی، شبیه کسی که یک چک کشیده چکشو نمیتونه پر کنه، یه کسی هم شاکیشه دیگه، حق طبیعی ماجراست، ازش پولی میخواد یا ازش پولی رفته، شکایتی طرح شده، قاضی محترمی بررسی کرده گفته آقا شما باید این پولو بدی،
این اتفاقی هم که افتاده جرمش این شکلیه، مثلا یک ساله، دو ساله، سه ساله یا هر چیز، هزار تا اتفاق دیگه‌ای که میتونه بیفته. این آدم یه حبسی رو که در واقع محکوم شده بهش رو گذرونده. مثلا کسی که دو سال در واقع محکوم شده حبسش رو گذرونده، بعد از دو سال باید بالاخره رد مال کنه، جریمه‌شو پرداخت کنه، رضایت شاکی رو به دست بیاره. نتونسته، کسی رو نداشته، اقوام، آشنا، دوست، همسایه، نتونستن این کار رو بکنن. دو سال شده سه سال، شده چهار سال، شده پنج سال، شده شش سال، شده هفت سال. خانواده بیرون، خیلی‌هاشون متأهلن، بچه دارن، خانواده گرفتاری داره، هزار تا آسیب دیگه‌ای داره شکل می‌گیره و این کماکان در زندانه. نکته‌ای که در این طرحی که با مشارکت سازمان زندان‌ها اتفاق افتاد، اینا اولویت‌مندی شدن. یعنی شما 10 تومن، 100 تومن، 1000 تومن، 500 تومن برای آزادی کسانی کمک کردین که یک مرتبه، فقط یک مرتبه پاشون به زندان باز شده. یعنی دفعه اولشون بوده و اینها در اولویت هستن و هنوز هم حتی از این اولویت خارج نشده این آزادی ها و این گشایش ها. یعنی شما ها یک فرصت دوباره به این آدم ها دادید که با یه اشتباه وارد زندان شدن، اما دیگه توان این که خودشون رو آزاد بکنن ندارن. ولی کارهای بسیار درخشان دیگه در طول این سالها تو حوزه دیه، تو حوزه مهریه اتفاق افتاده، اما در این حوزه به خصوص برای اولین بار این اتفاق داره میفته و من بسیار سپاسگزارم. شاید قریب 60-70 نفر دوندگی میکردن، حتی روزهای تعطیل، حتی شبهایی که خیلی ها مشغول مراسم بودن و هیئت بودن و مسجد، خیلی از این بچه ها وایسادن، خیلی از این رفقا در سازمان زندان ها وایسادن و کار کردن. بسیار سپاسگزارم از دادستان های محترم شهرها و استانها. بازم تکرار میکنم، سازمان زندان ها اعلام میکرد که این عدد سهمیه این استانه و اون دادستان محترم دستور آزادی میداد و فردا اون پول واریز میشد به حسابشون. بسیار اتفاق بزرگی بوده و درخشان و من باز هم تشکر میکنم از همه عزیزانی که همراهی کردن و این فرصت دوباره رو به این آدم ها دادن. شما مسائل و مصیبت ها و گره ها رو شنیدین از زبونشون و شاید خودتونم ندونین چه کار بزرگی کردین و چه لحظات بی نظیری رو خلق کردین. کسی که بعد از 10 سال از زندان برگشته تو آغوش خانوادش، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. با افتخار در این لحظه اعلام میکنم که حجم عاطفه شما و محبت شما از عدد 12 میلیارد تومان عبور کرده. حیرت انگیز کاملا. این تصاویر رو تماشا کنین که خیالتون آسوده و راحت بشه. یه نفس عمیق بکشید و برمیگردیم با افتخار برنامه امروز رو روبروی شما آغاز میکنیم. خاطر چی اومدی زندان؟ مالی اومدم دیگه. چقدر بدهکاری؟ من 23 تومن بدهم. با بودم شوکین به دهتومن اومدش. چند وقت زندان بودی؟ الانه سال. حدود 4 میلیون تومن دیگه برام زده شد و 4 ماه حبس. من مدت 8 ماهی که به خاطر 5 میلیون تومن بدهی رو زندان به سر میبرم. خودم میدونم واقعا اشتباه کردم. به چه مبلغی محکوم شدی؟ 6 میلیون و 500. دو ساله به خاطر 6 میلیون و 500 زندان. فقط من نیستم داخل این زندان، زیادی ها هستن. به خاطر اصلا 1 میلیون تومن، به خاطر 2 میلیون تومن مبلغ چیزی نیست موندن. خب با ذوق فراوان و حال خیلی خیلی خوب، برای چندمین بار اینجا اومدیم خدمت آقای دکتر جهانگیر در ستاد مرکزی سازمان زندان های کل کشور و قراره که برای سومین بار دیگه آقای دکتر. بله. این چک رو با افتخار از طرف مردم ایران که لطف کردن و این مشارکت عظیم رو در برنامه ما حاصل آفریدن واقعا تقدیم شما بکنیم. من خواهش بکنم که آقای فلا از شرکت آسان پرداخت اولی توضیحاتی بدن راجع به این مبلغ چک و تعداد مشارکت و اینکه چه اتفاقی افتاده در این چند روز. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی خوشحالم که در این حالا به ترتیب کار خیر یه مشارکتی حالا به ترتیب شرکت آسان پرداخت بهشی هم داره. خدمت آقای دکتر تبریک میگم. به ترتیب هم این کار بزرگ و ملت عزیز که حالا به ترتیب این افتخار رو مجدد آفریدن. ما تا ظهر امروز خوشبختانه، یعنی تا ظهر 28/3/96 نزدیک به 475 هزار نفر
مشارکت کننده داشتیم. از فکر کنم تا این ساعت حتما شده، حتما چون این کد ستاره 733 ستاره 40 مربع یک کدیه که در همه ساعت روز قابل برطرفی کد گیری و شماره گیریه و مردم میتونن از این کد استفاده بکنن و وجوه خودشون پرداخت بکنن. و همطور که شما فرمودین سومین چک تقدیم آقای دکتر میکنیم با افتخار به مبلغ 6.5 میلیارد تومان انشاءالله که باعث خیر و برکت بشه که در مجموع با چکای قبلی تا الان چه 10 میلیون. به نظر میرسید ما رقمای مثلا زیر 10 میلیون تومان نداریم که دیگه کسی در زندان باشه. با همین روندی که پیش میره من پیش بینی میکنم که آمارمون به 1000 نفر انشاءالله برسه تا پایان. 1000 نفر که تقریبا قول شده بله. دادیم انشاءالله تا پایان ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر میتونیم خبر آزادیشون رو بدیم. قبل از هر چیز تشکر و قدردانی دارم ازشون و امیدوارم که کسایی که مثل ما هستن و در زندان به سر میبرن به واسطه این برنامه آزاد شدن و کانون گرم خانوادشون برگردن. میدونی به چه طریق داری آزاد میشی؟ برنامه ماه عسل رو نگاه میکنی؟ از مردم تشکر میکنم، واقعا ازتون ممنونم. میدونی به خاطر برنامه ماه عسل مردم کمک کردن آزاد شدی؟ ازشون تشکر خیلی میکنم، خیلی. حتی خانواده من به خاطر من نذر دادم، برای شما هم نذر دارم میکنم که میگن خدا اجرشون بده، هر کسی این امر خیر را انجام داد. متشکرم ازشون. حتما اعتراف میکنم و اذعان میکنم که جز لحظاتیه در چند سال اخیر برنامه که اگر یه ذره زیاد بخوام راجبش توضیح بدم قطعا ممکنه منقلب شم به جهت اتفاق بزرگی که افتاد بدون تردید. یعنی در مواجهه با این حجم عاطفه و محبت شما و بخشش شما ها. چقدر خوب در ماهی که کسایی که بلدشن و جنس این ماه و این ضیافت رو میشناسن دنبال اون بخششن، دنبال یه فرصت دوباره میگردن برای یه نقطه سرخط بزرگ در زندگیشون، مستاق بزرگش، تصویر بزرگش، عکس قشنگش میشه همین اتفاقی که الان داشتیم تماشا میکردیم. چقدر خوب مردمانی که خودشون برای قلب خودشون، برای حال خودشون دنبال این بازسازی و این فرصت دوباره بودن، این فرصت دوباره رو به این آدمها هدیه کردن که برگردن به دل جامعه و خانوادهشون برای زندگی دوباره. و بی نظیره و با شکوهه. بازم حرف پیروزم رو تکرار میکنم، واقعا مردم عجیبی هستید و هر جا شما همت کردین و بودین گره به معنای واقعی کلمه برطرف شد. اما نمیشه بی انصافی کرد و من مجدد تشکر نکنم از کسایی که این فضا رو فراهم کرده. ما فقط فریادش رو زدیم. من کمترین تقاضا کردم و طرح کردم موضوع رو با شماها، اما اینکه بشینن آدم‌ها لیست رو تهیه بکنن، اولویت بندی بکنن، از سراسر کشور، از تمام زندان‌های کشور بررسی کنن، یه هیئتی شبانه روز کار بکنن، آدم‌هایی بودن که در واقع جلوتر از بقیه بودن برای این آزادیه، برای اینکه شکل بگیره و رقم بخوره، بی‌نظیره. یعنی وقتی ما برنامه تموم شد پریروز شاید یک ساعت، یعنی تا برنامه که تموم شد یک ساعت بعد ما خودمون باور نمی‌کردیم. من تا خودم با آقای شهیدی صحبت نکردم، با آقای منصوری صحبت نکردم، سه بار چهار بار این سیستم رو اصطلاحاً ریفرش کردن که ببینم این عدد درسته. یعنی یک ساعت بعد از برنامه به عدد 10 میلیارد تومان جمع این پول رسیده بودیم و تا امروز فردا صبح شد، چون تکرار داشت برنامه ما، فردا صبح شد 11 میلیارد تومان و الان قبل برنامه امروز صبح اعلام میشه عدد از 12 میلیارد تومان عبور کردیم. بی‌نظیره. یعنی قطعا 1000 تا زندانی آزاد میشن. خیلی مخلصی، من دستتون رو میبوسم واقعا.
و خدا انشالله هر چیزی که میخواید بهتون بده. و اتفاقی که داره میفته با سرعت فوق‌العاده‌ای داره شکل میگیره. من باید مجدد تشکر بکنم از هر کسی که در قوه قضاییه این همت رو کرد برای اینکه این اتفاق بیفته با سرعت فراوان. جالبه قضات در اقصی نقاط کشور ما از همه علاقهشون به این آزیادایی‌ها بیشتر بوده و خودشون تلاش میکردن که آقا اون بنده خدا پنج سال توه نمیتونه اون پول رو جور کنه. یعنی اصلا یه چیز عجیب، یعنی همت همگانی عجیب و فوق‌العاده. برای همین باز هم تکرار میکنم که از این فرصت دوباره‌ای که به آدم‌هایی دادی، اینم تو پرانتز بگم، ما کلاهبردار حرفه‌ای که کلاه 10 نفر رو برداشته آزاد نشدن در اون مجموعه، کسایی که یک بار پاشون به زندان باز شده و نتونستن بعد از اون فرصت مقرر حبسی رو هم که متحمل شدن نتونستن اون رد مال انجام بدن، جریمه‌ش رو پرداخت کنن، 2 ساله شده، 4 سال شده، 5 سال شده، 6 سال، بعضی از مرز 10 سال عبور کردن. و اینم یک قاعده، یعنی مازم تکرار میکنم، یعنی اون قاضی که من رفتم شکایت کردم از ایشون، دور از جون البته، الان میخوایم با هم حرف بزنیم، از ایشون شکایت کردم که آقا پول من نمیده، هیچ پول من نمیتونه بده، براش پول من برده یا به هر اتفاق دیگه، اگه ایشونو براشون یه حکمی صادر میشه 2 سالم باید بره زندان، پول منم بده، اگه پول منو نده رضایت منو جلب نکنه، اگه بیاد بیرون که خب من میرم سراغ همون قاضی میگم چرا بیرونه، چرا کسی حق از حق من دفاع نمیکنه، این چه عدالتی؟ مجبورن نگرش دارن، راهی نیست تا پول منو تامین کنه، تا رضایت منو جلب کنه. حالا بعد از 2 ساله که جرمش رو هم در واقع حبسش رو هم کشیده نمیتونه جور کنه، میشه 3 سال، میشه 4 سال، میشه 5 سال، میشه 6 سال، میشه 7 سال، و خب هیچ اتفاقی هم نمیفته و خانواده هم که بیرون درگیر 1000 تا آسیب. همین، خیلی مخلصیم و خیلی خیلی تشکر میکنم از همه شما. شما نکته ای داری؟ همینجوری اومدین اینجا؟ خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم از شما. امروز اول برنامه هم اعلام بکنم که شاید بیشترین مطالبه‌ای که مردم از ما داشتن توی حوزه‌های مختلف، شما نکته ای داری؟ نه. خیلی خوب. دعوت از شماها بود و فراهم شدن قسمت امروز. خیلی ممنونم از اینکه با ما هستید امروز و تشریف آوردین تهران و راجع به یه اتفاقی می‌خوایم حرف بزنیم که مردم ایران به شدت بهش دقت داشتن و دنبالش می‌کردن و براشون مهم بود و اهمیت داشت. پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه موضوع رو آغاز بکنیم، برای اینکه هموطنامون هم کاملا در جریان قرار بگیرن راجع به چه موضوع و حادثه‌ای می‌خوایم حرف بزنیم، لحظاتی رو شما تماشا بکنید. فکر میکنم 13 اردیبهشت سال 1396 یک چهارشنبه صبح. ببینیم، برمیگردیم. در این حادثه ناراحت کننده برای تمام مردم ما متاسفانه 43 عزیز رو از دست دادیم. فکر میکنم اگه بخوایم شروع کنیم گفتگو رو با محمد شروع کنیم شاید بهتر باشه، برای اینکه تو جمعی که حاضر هستن تو زودتر از همه به این صحنه رسیدی و حتی حضور داشتی
و وارد معدن هم شدی. تو کی خبردار شدی؟ تو شیفتت نبود اون موقع کار کنی؟ نه من شیفتم بود، تموم کرده بودم. یعنی کار تموم شده بود، رفته بودی خونه؟ داشتم میرفتم. ما چهلوم بابام بود فردای اون روز که اتفاق بیفته. خدا رحمت، خدا رفتگان شما بیام. بعد از اینکه ساعت 10 یه جور خواستم ساعت کاریم یه جور بشه که واسه کارت پخش کردم واسه فامیلا اینا ببریم بدیم واسه چلون بابام، خواستیم یه مقدار زودتر بریم. ساعت 10 صبح کارم تموم شد. بعد از اینکه کارم تموم شد حرکت کردم سمت پایین. سمت پایین از کوه میای پایین تر، جایی که لباسامو رو عوض میکنیم، بعد میریم خونه. من اومدم لباسامو عوض کردم، تو ماشین نشستم، دیدم آمبولانس داره میره بالا. اولی آمبولانسی بود که داشت میرفت بالا. سوال کردم گفتم چه خبره؟ گفت مگه بالا نبودی؟ گفتم چرا، من بالا بودم ولی خب در جریان نیستم. دیدم دومی هم اومد. بعد گفت بالا تونل منفجر شده، شما متوجه نشدی؟ گفتم نه، من زمانی که انفجار شده اونجا نبودم، پایین بودم. بعد دوباره من لباس پوشیدم، کلا گذاشتم و چراغ گرفتم، رفتم بالا. به هر حال همه رفیقام بودن، همه همکارا بودن. من 18 سال شاغل اونجا هم، اکثرا اونا هم با هم دیگه 15 سال 16 سال 17 سال کار کرده بودن، بیشتر اونا با هم دیگه کار کرده بودیم. به هر حال اینو یک بایس این اتفاق می افتاد که من برم اونجا واسه کمک کردن، یعنی اگر نمی رفتم خیانت می شد در حق اونا دیگه. ما رفتیم بالا، رسیدیم به قسمتی که انفجار شده بود. زمانی رسیدیم با آمبولانس ها، رفتیم دومی آمبولانس، نه سومی آمبولانس، ما رفتیم بالا. رفتیم بالا رسیدیم، دیدیم از دهنه تونل داره گرد و غبار و دود و به هر حال ناشیانده از انفجار داشت میامد به سمت بیرون. ما هم رفتیم داخل دیگه، به هر حال همه خودجوش، همه بچه ها، هر کی می اومد به خاطر اینکه رفیقاش داخل بودن میرفت داخل. البته یه قاعده وجود داره، معمولا اگه انفجار در معدن از جمله زغال سنگ اتفاق بیفته معمولا نباید داخل شن آدمو، چون گاز بسیار بسیار خطرناکه. متاسفانه خب نباید میرفتیم، ولی اون عشقی که به کارگران نسبت به همدیگه داشتن، به هر حال ببین روزانه ما سه مرتبه همدیگه رو میدیدیم. صبح اول وقت زمانی که با هم میرسیدیم، ما به این که میرفتیم داخل بچه ها رو میدیدیم تو کار میکنن، و ظهر هم که باز کارشون تموم شد میامدیم بیرون همدیگه رو میدیدیم. یه جوری بود که نمیشد. بله. به هر حال اگر هر کی جای ما هم بود باید میرفت، چون میدونستین رفیقاتون تو هن. بله و کاملا همین، این که به هر حال میگم همه رفیقا بودن دوست، واقعا یک از همکارا کسایی و حتی کسی هم که یه روز کار کرده بود فرقی نمیکرد، اونم به عنوان یکی از شاغلینتون معدن بود. ولی معمولا یه قانونی و یک الزامی در همه دنیا هم هست، باید آدم ها بیستن، حتی میبندن گاز کاملا خارج شه بعد امداد رو شروع کنن. ما متاسفانه تجهیزات نداشتیم، بر اثر نداشتن تجهیزات خیلی ها از دست رفتن، از جمله جناب آقای مشتبه سوسرایی، جناب شهید مشتبه سوسرایی، بنده من خدا هم که خب جزء افرادی بود که واسه کمک کردن رفته بود. ما اکسیژن نداشتیم، سیستم تهویه اون وقت دیگه خب بسته بود راه از اون ور، مجبور گاز بزنه به سمت بیرون بیاد. حتی اینقدر سریع آدم ها تصمیم گرفتن، یه تعدادی از این تجهیزات هم وجود داشت ولی دسترسی بهش پیدا نکردن که این وسایل و به قول شما این کپسول ها و اینها رو بگیرن دیگه. این وسط یه نکته‌ای به وجود میاد که شما در جوش نقل میکنی، سه عزیز دیگه که مهمان ما هستن اعضای خانواده دوست و رفیق و همکار شما هستند. بله. شما که برگشتی مجتبایی که میخوایی راجبش حرف بزنیم و کی باش برخورد کردی که با هم وارد معدن شدید؟ زمانی که من رفتم داخل معدن تقریبا دوربر 100 متر مونده به جایی که انفجار شده بود ریزش کرده بود من رسیدم. اون اول وقت بود، هنوز کارگرها بیرون نیومده بودن، به هر حال 70-80 نفر اونجا کار میکردن که 20 و چند نفرشون فقط اونور پشت خاک ریز مونده بودن، تخریب مونده بودن، ولی الباقی کسایی بودن که اینور بودن. بله. بر اثر انفجار خب چند نفرشون متاسفانه پرتابشون کرده بود به سمت جلو، به دیواره تونل زده بود،
خب یه عدهشون همونجا دردم شهید شده بودن، بعد یه عده دیگه هم که خب زمانی که ما رسیدیم دیدیم 5 نفر با هم دیگه یه جا افتادن، جایی بود که دیگه گاز متان بود، گاز متان هم که خب یه مقدار حالت سیستم عصبی به اضافه تمام اعضای بدن همه از کار میفته، پاهاش شل میشه، دستاش شل میشه. بدن انسان خاصیت عجیبی داره، بله. گاز متان رو بیشتر از اکسیژن جذب میکنه، بله. بله. خیلی عجیبه، چندین برابر، شاید قریب 20 برابر بیشتر از اکسیژن دریافتش میکنه. بله این بنده خدا من با برونکادی که رفته بودم داخل، با چند نفری که رفته بودیم، ما اکیپ 4 نفر بودیم زمانی که رفتیم، اکیپ ما 5 نفر بود اول، یه نفرمون تو 50 متری برگشت. ما تو 100 متری رسیدیم دیدیم گاز خیلی زیاده، یعنی واقعا این که بری به 20 متر حتی 50 متر جلوتر هم بری، خب این یک انگیزه بود که به هر حال ما باید میرفتیم، یک ذهنیات خود ما رو جوری درستش کرده بودیم که برای ما تا اون ته بریم، هر کی رو میتونیم حتی یه نفر بیاریمش بیرون. تا 100 متری رفتم دیدم گاز داره، ولی خواستم برگردم متاسفانه نمیشد، یعنی فکرم اینقدر خراب بود، حتی من تصور میکردم اون نفر افتاده منم، یکی میاد تا 100 متر بخواد برگرده، قضیه چی میشه به نظر شما؟ یعنی اتفاق بیفته واسه من نوعی، اگه یه نفر برگرده پشت کرده به من. و من رفتم بازم، با اینکه میدونستیم آخرش مرگ، خیلی ها نه اکسیژنی، حتی مشتبه اینجا با همراه شما مونی بود که من داخل بودم، آقا مشتبه هنوز نرسیده بود، ما رسیدیم به داخل، برونکات گرفتیم، بچه ها رو بستیم، این واگون هایی که زغال میبرن اونا رو آوردیم، یه 3 نفر رو انداختیم توی اون واگونا، 2 نفر از ما اونا رو بردن، ما هم 1 نفر رو تو برونکات گذاشتیم داشتیم می آوردیم. یه 30 متر که جلوتر رسیدیم آقا مشتبه اومدن، آقا مشتبه اومدن، 1 نفر ناگفته نمونه که نتونستیم بیاریمش، نفس میکشید، ولی اینقدر که بازوام قوت نداشت، پاهامون دیگه شل شده بود، از کار افتاده بود، ما هم دیگه متاسفانه بایستی بر میگشتیم، یعنی اون تایمی نبود که وایسی، اگر وای میستادیم همه اونایی که تو واگن بودن و ما اون 3 نفر 4 نفری هم که بودیم مرده بودیم، یعنی باز باید 1 نفر میومد ما رو جمع میکرد که اتفاقات متاسفانه خیلی بیشتر میشد. اون به خاطر وزنش یه مقدار سنگین بود، نتونستیم بلندش کنیم، هنوزم عذاب وجدان داریم، ولی خب دیگه چاره‌ای هم نبود، ما باید کار درستی میکردیم که یه عده دیگه رو نجات بدیم حداقل بقیه. باز آقا مشتبه رسید، ما جلوتر که رفته بودیم، ما چون با هم رفیق بودیم، به من میگفت سید محمد کجا بچه ها هستن؟ بعد من گفتم که بچه ها هستن، 1 نفر هستش ولی نمیشه کارش کرد. داشت میرفت، من از آستین لباسش کشیدم برش گردوندم، گفت بریم نجات بدیم اون بنده خدا رو، لاغل بیاریمش بیرون که اون نمیره. گفتم ما هیچ کاری نمیتونیم کنیم، چاره ای هم نبود، بعد برمیگشتیم. اون چون من 40 دقیقه داخل تونل بودم، منو گاز گرفته بود، اون تازه رسیده بود، از لحاظ قوای بیشتر بود از نسبت به ما، به هر حال گاز توی ریاش جمع نشده بود. اینجا یه دسته نگه دار، مشتبه اون روز خونه بود، شیفتش بود نبود، شما خاطرتون هست؟ شیفتش نبود، اما شب کار بود، شب میرفت سر کار، ساعت 7 که میرفت ساعت 4:30 یا 5 میامد خونه. یعنی مشتبه هم خبردار شد برگشت؟ آره، نمیدونم کی خبرش داد، زنگ زد خبرش داد رفت. خونه بود؟ آره خونه بود. شما پدرم شما هم دیدینش قبل از اینکه بره مدن؟ من اتفاقا اومد خونه برای این بچه کوچیکش رو باور، گفتم که بیا نهار بخور، گفت من نهار الان صبحانه خوردم، هیچ اجازه‌ام نمیگیره. بچه دست دادن داد و بعد نشستم تو سالم شما، گفت که آره بابا تو شهر رفتی چرا من نگودی؟ گفتم که اگه ویلش کنم، ما این تلویزیون رو گرفتیم قصی ویلش کن، به فکرش نش، من خودم هستم، هر من نش. خلاصه همه چی بود، هیچ خبری نداشت. من تا برادرش از تون زنگ زد، گفت مشتبه اسخر خانه هم؟ گفتم آره خانه هم. خب چم نشسته بود اونجا. این
من وضو گرفتم و نماز ظهر بخونم، من دیدم که نشسته اونجا نارم نخوردم، منم نارا رو خوردم، رفتم شروع کردم نماز خواندن، نماز ظهرم خواندم و بنا کردم تسبیح انداختم، دیدم صدا کرد منم، منم بخواستم رفتم رو سکو که در شدم، دیدم درش داده به همین ستونم، گفت بابا، گفتم های، گفت من مخوام برم زمستنیور، گفتم واسه چی؟ گفت که هره سه تا از بچه ها زنگ مزنم من نمیگرن گوشی هاشه، میگن که انفجار شده. بعد من گفتم پسر جان شما تخصص نداریم بریم، بذار من این چهار رکعت نمازم بخونم. بنده 24 سال کار کردم تو معدن. شما خودتونم سالها کارگر معدن؟ بله معدن کار بودم. گفتم تخصص نداریم، با این ماشین من خودم بریم، صبر کن تو. این همین تو ماند و ما رفتیم تا قامت بستیم و هنوز خل نشیم نماز ما رو رکون رفتیم، دیدیم که موتورش صدا کرده، دیگه صحبتش هم همون شد، رفت که رفت. بعد پس سرش من یه خودم ناراحت شدم و رفتم ماشین گرفتم با همین داداش بزرگشون رفتیم اونجا، چکمارم گذاشتم عقب ماشینم رفتم، رفتم اونجا هر کار کردم، چکمو پوشیدم که برم داخل. بچه های حلال عمر بودن، نیرو انتظامی بود، ما رو نذاشتن، همینطور دستشون قفل کرده بودن نذاشتن داخل بریم. چون این تقریبا هم واکنش منطقیه، چون الان محمد هم داره برای ما تعریف میکنه یه تعدادی این انفجار که در معدن رخ میده، که حالا اصلا نکته عجیبش اینه که این دو عزیزم ما از دست دادیم که مسئول ایمنی بودن، اصلا خودشون کارشناس این حوزه بودن. این که چه جرقه‌ای شکل میگیره، آیا باتری وارد معدن شده نشده، حالا اون گازسنجی که اتفاق میفته اصطلاحا، چون خود دیگه کسی که مسئول ایمنیه اونجا بوده، این جلوگیری از شما اتفاقا کار بسیار عاقلانه ایه، برای اینکه فکر میکنم 23 4 نفر سر سانحه بودن و محل حادثه، بقیه کسایی هم که اضافه شدن به این ماجرا که کمک کنن، چون این گاز تا راه خروجش رو پیدا نکنه کاملا کشنده است. بله. و واقعا هم شوخی نداره. آقا مشتبه رو برای ما تعریف کردم، مشتبه اینجا به تو اضافه میشه توی معدن، تو حالت داره یواش یواش بد و بدتر میشه. من حالم خراب بود، ولی خب به هر حال رو تجربه کاری که داشتیم اومدیم، قبلش نگفتن همون لوله هایی که چیه، شالوله به سمت داخلتون رو به انتهای تونل، بعد کنار همون هر پنجام صد متر یه دونه لوله های کوچیکتری هست که به هر حال اونا واسه اونجا استخراج کار میکنن، اینا هستش که برش زده بودن بسته بودن، اینا رو وا کرده بودیم که برای تنفس کنیم، یعنی هیچ راهی نداره، باز میرسیدیم خودمون رو میرسوندیم به بعدی، چون آقا مشتبه میگم زود، ما 40 دقیقه داخل بودیم، اون تازه رسیده بود، بعد گفت که من برم جلو، نذاشتنش، برگشتیم. اینا رو تعریف کردی برام؟ برگشتیم زمان، برگشتی تو یواش یواش حالت بد میشه. آره من دیگه حالم خراب شده بود تقریبا. بعد اومدیم به بچه ها رو جمع میکردیم، با آقا مشتبهشون اینا میخواستن هول بدن، واگن رو میذاشتیم همونجا، شاسی رو میذاشتیم اونجا، یعنی یه شاسی رو خود آقا مشتبه آورده بود که سوارش کردیم تو یک برگشتیه. بعد اومدیم میامدیم پنجام جلوتر میامدیم یه تنفس میگرفتیم، دوباره برمیگشتیم اون بند خدا رو میآوردیم اونجا، یه تنفس اونو میدادیم میامدیم جلوتر. تقریبا حدودایی که جلوتر اومدیم فکر میکنم یه شاید 100 متر مونده باشه، 150 متر مونده بود، من تنفس آخر رو نگرفتم، واگونه که هل میدادیم منم ریان پر شده بود، اون دوست منم ریاش پر شده بود، ولی خب دیگه من بیشتر مونده بودم متاسفانه. بعد ما رو این زمانی که فقط یه لحظه متوجه شدم تو بیمارستانم. و کی تو رو نجات میده میاره بیرون؟ این آقا مشتبه مثل که میبینه من افتادم، میان میگیرن از زیر من، زیر بالا من میگیرن، به حساب بلندم میکنن، میذارن ما رو روی همون شاسیه، شاسیه که به عنوان آمبولانس معدنی بوده، اون مشتبه تو رو نجات میده، میرسونتت بیرون، اما باز خودش برمیگرده. مشتبه میاد، بله مشتبه میاد دیگه، ما آخرایتونه میاد ما رو بیرون، مثلا من زمانی میگم رسیدم اونجا دیگه بیهوش بودم، اما مشتبه برمیگرده. ما اگر خب به هر حال بهوش بودیم نمیذاشتیم کسی برگرده، به خاطر اینکه ریا پر شده بود. اما مشتبه میگم چون یه مرتبه رفته بود زود برگشته بود، ما اونجا مونده بودیم، احساس کرده بود که میتونه باز بره دوباره نجات بده یکی دیگه رو، یعنی برگشته بود. من احساسم بر این بود که برگشته بود واسه همون نفری که تون شوهای 800-900 متری مونده، ولی متاسفانه اونجا دیگه
نتونسته بود دووم بیاره، یعنی گاز ریاهاشو پر کرده بود. امسال ما با مشتبه چند نفر جلوتر بودن که زمانی من رفتم اونا رسیدن داخل افتاده بودن که ما به اونا نرسیدیم. اونجا جایی بود که انفجار بود، گاز متان زمانی که میاد میسوزه، گاز CO2 تولید میکنه. بله. گاز CO2 هم که تولید میشه با یه نفس میافتی، با نفس دیگه نفسی هم نمیتونیم بشه. همونجا متاسفانه خیلی سنجشش هم سخته، مثلا یه فرقی با گازهایی که تو خونه های ما هست، چون گوگرد داره. بله. بو داره، یعنی کسی وارد خونه میشه گاز که داره منتشر میشه میفهمتش، اما اون جنس متانی که در معدن زغال سنگه قطعا شما بهتر میدونین، نه بو داره نه رنگ داره. سنجشش بسیار کار دقیقیه و کار حساسی، برای که آدم نمیتونه نسبت بهش حساس بشه. جایی هم که بگیره آدمو، چون از اکسیژن بیشتر آدم در واقع تنفسش میکنه، خیلی خطرناک میشه. شما برادر کوچیکتر یا بزرگتر مشتبه این؟ من کوچیکتر. برادر کوچیکتری. بابا سالها عمرشو و همه مو و ریششو سفید کرده در معدن، مشتبه هم سراغ کار پدری رفت. شما که معدن کار نکردید؟ خیر. چرا؟ فرقش چی بوده؟ خیلی سخت داره نه؟ فرقش داره این آقای علی خانه چون من یه صحنه هم معدن دیدم تو ذهنم الهه شد، واقعا دیگه رفتن به معدن واقعا برای خودم سخت میدیدم، چون قبول نمیتونستم بکنم برم معدن کار کنم، چون رفته بودم داخل ها تو عمق کار رفتم، یه مورد پیش اومد رفتیم ولی نخواستم، یعنی خودم قبول نکردم. سر یه حرف بس ترس نیست، رفتیم دیدیم ولی خدا خواست که ما مریم. که مثل من دیگه واقعا تو واقعا مثل من، حالا تو جلوتر حتما. خیلی سخته واقعا، خیلی. حالا ما همیشه شعاری ازش میدیم سخت در این شغل دنیا و اینا. ببخشید من این مثال رو میزنم، میخوام بگم کار برادر تو، کار محمد، کار پدر گرامی شما، کار همه کارگرای معدن در سراسر کشورمون. ما شهر بازی میریم میبرنمون تو تونل وحشت، 5 تا سکته ناقص میکنیم، میدونیم بازیه، میدونیم سرگرمیه. یعنی کسی که میپذیره در معدن، ویژه معدن زغال سنگ کار کنه، بعضی موقع عمقش به 1000 متر هم میرسه، شاید هم بیشتر. واقعا یک شجاعت و یه همتی میخواد، میکار هر کسیه. آقای علی خانم، این الان تونلی که این مفاجاه شده بود 1700 متر رفته بدون دبیلی وجود نداشته که یه هواکش جنابالی اگه یه خونه یا بنده یه خونه رو دست کنم یه دشوی و کنارش بزنم، باید حتما یه هواکش بذارم یا فنده بذارم بسش، اما اینا نداشتن. بعد شرایط نجات هم سخت میشه، شما چون از بالا هرچی بکنی هیچی. اگه یه سنگ بیفته، یعنی خیلی شرایط ویژه‌ای. من الان آقای علی خانی، من میگم که کاری که معدنچی میکنه مگر اون خلبان رو آسمان که هر آن حادثه واسش پیش اومد کنه. دقیقاً اینا هم همینطوره، یعنی تو معدن هم میتونیم اینو بگیم مثل خلبانا که اولین اشتباه میتونه آخرین اشتباه باشه. واقعا همینه، واقعا همینه. یعنی من میگم که یعنی شما اون لحظه من یه جانب یه مستند چند وقت پیش میدیدم، آدمهایی وجود دارن که در ورود معدن حتی کارگرا رو میگردن که ساعت همراهشون نباشه، موبایل همراهشون نباشه، چون یه جریان الکتریکی احسن یه جریان الکتریکی میتونه یه انفجار وحشتناک رو درست کنه. همینطورم هست، همینطورم هست. الان این معدنچی‌ها که مرن توی استخرا یا سینه‌کار، اگر بخواد مثلا خدای نکرده زمین لرزه بیاد یا استخراجو نخوابه، در حال خوابیدن باشه که استاکار متوجه نشه یا مثلا مندس متوجه نشه، ایمنی متوجه نشه، خب کشته. در جا کشته. خب وقت راهی نداشته باشه همینه. چطور میشه که نزدیک 12-13 نفر 7 شبان روز اونجا ماندن تا یک دبیل از پایین شروع کردن، رفتن بین 3 روز یا 2 روز 2 شبان روز یعنی شب و روز کار کردن، باز کردن این بچه رو از اونجا تو پتو پیچاندن آوردن همین بچه ها، همین بچه هایی که اونجا بودن. من که این مشتبه همون شب اول درش کردن و دفلش کردن روز 5 شنبه و جمعه، حقیقتا سوم گفتم بچه تهران آماده بودن، خیلی بچه ها گفتم خب اینا همون مرن سر کار آموز پرورش، اینا نمیتونن بمانن شبانه موقع برگردن، اینا گرفتن نتاسم. ولی این بچه ها کن همشون بودن اونجا، همین محمد آقاش اینا خوب شده بازم دو مرتب برگشته رفتم اونجا تو دبیل، این بچه ها گرفتن آوردن.
همین بچه‌ای بودن که اونجا این 7 8 10 تا مانده بودن اون طرف خاکریز، یعنی خاکریزی که خوابیده بود، مگه ما ندونستیم یه دفعه رفتیم چکمه پایینا رو در بریم که بذاریمش تو کیسه باران خورده، دیدیم این پا آدم اینجا پوسید در شد با چکمه، مگه چه خواهیم چکمه اینا رو همه رو بریدیم ما گذاشتیمش تو چیز. بعضی موقع ها ما دارم خودمون رو میگم، یه قصه هم داریم که در قسمت بعدی نقلش میکنیم، نگاه میکنیم تماشاگریم و بزرگترین هنری که میتونیم بکنیم تو این شرایط اینه که به سرعت خودمون رو برسونیم به صحنه حادثه، یه سلفی بگیریم بیایم خونه. آدم باید یه ذره منصف نگاه کنه، نگاه همه ما اینه یه خون از دماغ یه کارگر معدن ما بیاد زیاده، نمیگیم معقول، زیاده خون از دماغش بیاد، لای بمیرم برای خانواده هاشون که داغدار شدن واقعا. اما اون شرایط نجات شرایط عجیبیه، یعنی من نگاه میکردم آمارا رو، ماجرایی که ترکیه اتفاق افتاد 300 خورده ای نفر از بین رفتن، چندین هفته طول کشید مراحل امداد. تو روسیه اون معدن به اون پیشرفتگی 200 خورده ای کشته داد، حالا ماجرای چی مال 15 سال پیشه که 1000 نفر از بین رفتن. میخوام بگم اینجوریه که من از دور نگاه میکنم میگم که آقا خب درست کن دیگه، این پیدا کنیم بیاریدش بالا، چرا پیدا نجات نمیدی؟ مگه میشه یه ضربه اشتباه تو اون معدن میتونه فاجعه دیگه درست کنه؟ زیر کوه کاملا. تو محمد کی برگشتی بعد که رفتی بیمارستان؟ بیمارستان اون شب که ما رو نگه داشتن، یعنی رفتیم بیمارستان اون شب ما رو نگه داشتن تا فردا، فردای اون روز که باز مرخص شدیم دوباره برگشتیم، دوباره برگشتیم. خب بچه‌هامون مونده بودن، کسایی که شبش آورده بودن که تو سردخونه بردن 20-21 نفر رو اول وقتی، و اونا کسایی بودن که واسه نجات دادن رفته بودن. متاسفانه میگم اونا نفرات اول بودن، ولی بقیه اونا پشت تخریب مونده بودن که بایستی میرفتیم یه جوری درشون میابود، چون ما باید تعویه میداشتیم که راه فراری بشه واسه اون افرادی که پشت موندن، ولی خب چون تعویه نداشت تونل، راه خروجی دیگه ای نداشت، باید از همونجا خروج میکردن، متاسفانه همه موندن. یه دیویلی یه تعویید از پایین داشت به سمت بالا که تخریب بود، یعنی قبلا زغالش گرفته بودن تخریب شده بود، سنگ اومده بود برای پر کرده بود اونجا رو. ما زمانی که بیمارستان بودیم هم حتی سفارش کردیم که تنها راهش برای اینه که، چون من تا اونجا رفته بودم تا 100 متر مونده به تخریبه دیگه جلوتر نمیشد بدی، رفته بودم تنها راهش مونده، ما سفارش کردیم بچه ها سفارش کردیم که آقایون از اون راه میشه بچه ها رو بیاری بیرون. اینا اون روز متاسفانه مثل که حالا چی شده، حالا بعضی وقتا میشه بگی که یک جایی جوانه در نظر گرفته بودن که به هر حال شاید یه اتفاق دیگه بیفته، شاید گاز داشته باشه، احساسشان برای این بوده، شاید نمیخواستن این کار دوباره اتفاق بیفته چند نفر دیگه ببینم. بعد اون روز انجام ندادن، فرداشو انجام ندادن. من میگم شاید دوستان یه وقت بگن که بایستی میرفتیم از اونجا، ولی استنباط من بر اینه که اونجا گاز داشت، یعنی از اونجا هم نمیشد رفت چون گاز داشت، چون گاز داشت. بچه‌ها زمانی که اون 13 نفر آوردیم بیرون شاهد بودن که یکی دو نفر حتی حالت افتادن بیهوش شدن که آوردن اونجا اکسیژن بهشون دادن. یه چیزی بپرسم، چند تا بچه از مشتبه دارین شما؟ دو تا بچه دختر. شما کی متوجه شدین که مشتبه رو از دست دیدین؟ بعد از آن شب. آره، این خواهرشوهرم زنگ زد برای پدرش گفت چرا نمیان، بعد صحبت که داشت میکرد عکس العملش انجام دیدم که این اتفاق افتاده. شما فهمیدین چرا که مشتبه داره برمیگرده برای کمک به معدن یا نفهمیدید؟ برای معدن کمک کنه؟ آره فهمیدم. آره، این لباساش که پوشید چراغش بس کمرش، من چراغش از دستش کشیدم گفتم خود کجا بری، گفتم خواه برم رفیقام نجات بدم، چون قبل از این اتفاق بیفته خواستم دخترم ببرم دکتر. آینه تو شما بهش میگین که وایسا دخترم رو ببریم دکتر، میگین من برم رفیقامو نجات بدم. رفیقام نجات بدم، رفیقام مهمتره. گو بعدم باز میام ببریمش دکتر. نارش نخورد این گوش. نارش هم نخورد. خب چیزه تو معلوم برام جهت آدم باید نگاه کنه دیگه که بخوایم پیدا کنیم. حالا من به من تماشاگر قصه دیگه، حلالتر و طیب و طاهرتر از لقمه ایشون
محمد و مشتبه خدا بیامرز که نیست، یعنی با یه همچین سختی شما کار بکنی برای مثلا حالا یه حقوق یه میلیونی، یه میلیون و صدی، یه میلیون و دیویسی، یعنی که اگر به خیلی ها میلیارد بدن حاضر نیستن این کارو بکنن. اینو صادقانه میگم، یعنی به یه بخشی بگن آقا بهت میلیارد میدیم بیا هزار متر برو زیر زمین تو این معدن، تو این تونله بازم داشته باشه. تصویرش تازه احتمال گاز گرفتگی هم هست. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. شاید اشکال از آدم‌های شبیه من باشه دوستان عزیز، تا سالها قبل لباس شما رو که نگاه می‌کردیم یا مراکز آتش نشانی رو یاد والیبال بازی کردنتون می‌افتادیم و پینگ پنگاتون رو گفتیم آخه چه شغله، مثلا با نمکی خیلی هم سرشون شلوغ نیست. یه اتفاقی افتاد در شهر ما که وجه قهرمانی شما خیلی بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد. خیلی خوش اومدید. تصاویر رو دیدیم، تصاویری که باز هم خیلی ها رو برگردون به اون روز و روزهای تلخی که مردم اومدن که براش نذر می‌کردن. مردم رو با قضا میمایدن سر اون صحنه، گوسفند قربونی می‌کردن، که بلکه این اتفاق تلفات کمتری داشته باشه که الحمدلله خدا رو سر هزار مرتبه شکر با عشقی که به همه از دست رفتگان داریم میتونست یک فاجعه انسانی رخ بده و به لطف رفقای شما و شماها کلی آدم تخلیه شد که این عدد وحشتناکتر نشه. شما اون روز کی رسیدین به این حادثه؟ خدمت از خانم آقای علی خانی. خب من شب قبلش هم حریق بودم و بعد از اتمام حریق تصمیم گرفتم اصلا چند ایستگاه محدود استفازیم بازدید کنم. بعد یه دلشوره خاصی داشتم، یه دلشوره عجیبی داشتم. خب البته با توجه به طول سابقه‌ای که دارم و صحنه‌هایی که دیدم این دلشوره طبیعیه، چون صحنه‌هایی رو می‌بینیم که در اون لحظه تصور می‌کنیم که مشکلی برای اون ایجاد نمی‌کنه، ولی واقعاً در روحیه و کار ما تأثیر می‌ذاره. یه دلشوره عجیبی داشتم. یادم صبح نمازو که خوندم، پنجشنبه صبح بود، مشغول انجام کارهای اداری شدم که ساعت 8 و فکر می‌کنم 40 دقیقه بود که از طریق بیسی متوجه شدم که ساختمان پلاسکو دچار آتش‌سوزی شده. همراه یکی از عزیزانمون آقای علی مردان لباس پوشیدیم، آماده شدیم، اعزام شدیم، که در طول مسیرم پیجرمون رو زدم و از طریق ستاد دستور دادن که مستقیما در این حریق حضور داشته باشیم. خب بلافاصله به محل حرکت کردیم. با توجه به اون ترافیک و حجم وسیع و انبوه انسان‌هایی که در اونجا وجود داشتن، خودمون به محل رسوندیم. من یادم هنوز به محل نرسیده بودم، دود و به هر حال اون ستون دودی که از ساختمان پلاسکو از اون دور دیدم، متوجه شدم که این دفعه با یه حریق فوق‌العاده سختی روبرو هستیم. من هیچ وقت به خانواده زنگ نمیزنم. من یادم زیر آوار موندم توی حادثه‌ای،
تا روز بعد که بیمارستان بودم خانواده‌ام اطلاع نداد. ولی نمیدونم یه احساسی بهم گفت که زنگ بزن. همین که صدای آژیر خودرو میومد تلفن رو برداشتم به خانومم زنگ زدم. خب یکی از دخترام خارج از کشوره، یکی از دخترام در اینجاست. گفتم که خانم فقط موازه بچه‌های من باشه. تعجب کرد خانم، گفت چی شده؟ گفتم همین، فقط بچه‌ها رو به تو میسپارم و بس سلام. قطع کردم چون همون موقع رسیدی. خودم رو به فرمانده وقت میدان معرفی کردم. تنفیذ مأموریت به هم داده شد. مقرر شد که بلافاصله خودم رو به بالاترین طبقه برج برسونم، محل حریر. خب قبل از ما عزیزمون آقای هاتفی زحمت انتقال تجهیزات و کارا رو انجام داده بودن. بلافاصله طبقه دهم رسیدم، دستگاه تنفسی بسته بودم. شروع کردیم به اتوای حریف. تقریبا کار شعله زنی رو انجام دادیم که یکی از همکارانم آقای داوود سهرابی به من اطلاع دادن که طبقه 11 هم فلش اوور شده. فلش اوور یک اصطلاح، یعنی کل طبقه کاملا شعله بره و درجه حرارت بسیار بالایی. چند نفر بود این بچه‌ها تا شرکی وارد شد؟ ببینید برج قصه خودش رو داره. اولا میگم متاسفانه ما مشکلمون اینه که اگر برج شعله بر بشه، اگر آتش نشانی با همه امکانات روز دنیا و با همه پرسنلش وارد برای عملیات بشه در این برج، فقط 30% امکان موفقیت داره. 70% خود برج باید مسلح باشه، یعنی سیستم‌های اعلام و اطفای حریق داشته باشه. نفراتی که داخل اون برج هستن باید آموزش دیده باشن که متاسفانه پلاسکو فاقد این امکانات بود. پس همین تجهیزات باید میره بالا. یه طبقه‌ای داریم، یه اصطلاحی داریم به نام بریچت، یعنی تجهیزاتی که احتمال داره در طول حریق ما لازم داشته باشیم و انتقال داده بودیم طبقه نهم. طبقه دهم تموم شد. همکارم به من گفت که طبقه 11 هم وضعیت خیلی بحرانیه. با اتفاق ایشون و با اجازه از فرمانده میدان که در طبقه حضور داشت، خودم به طبقه 11 هم رسیدم، بسوندم با اون دوست عزیزمون. چون نردبونمون اطلاع نداشتن از حضور ما، در همین بدو ورود به علت فشار آبی که اون سبد به ساختمون میزد به من برخورد کرد. 5-6 متر پرت شدم، به دیوار خوردم، قسمتی از آبار روی من ریخت و فیس از صورتم خارج شد. برای 10-15 ثانیه نمیدونستم کجام، واقعا گیج شده بودم. هم دود و حرارت تنفس کرده بودم، هم فشار آباری که روی پام ریخته بود. به خودم اومدم، فیسمو برگردوندم روی صورتم. آقای داوود سهرابی خدا خیرش بده. بله من تو آمبولانس هستم. آقای داوود سهرابی خدا خیرش بده خودشو به من رسون. دست منو گرفت، بس کرد به دستگاه تنفسیش، دستگیری داره. منو کشون تا راپله و بعدم طبقه دهم رسون. طبقه دهم اطلاعات رو به فرمانده وقت رسوندیم که وضعیت به چه صورته. مجددا داوطلب شدم با دو نفر دیگه از پرسنل، چون ما یه پنل عملیاتی چیدیم که چه کار کنیم با این طبقه 11 هم. چون ببینید وقتی شعله و حرارت زیاده، اگر آبی زده بشه حرارت چندین برابر میشه، پس خیلی کار سخت و دشواری. به هر حال دستگاهمو پوشیدم، مجدد لوله‌ها رو آماده کردیم. وقتی اومدم برم بالا، جناب مهندس نیکبخت بودن، ببخشید آقای پیمان در اونجا حضور داشتن که دیدن وضعیت من مساعد نیست. سلفای متعدد، رنگ و روم کاملا پریده بود و پامو میکشیدم و راه میرفتم. گفت بهروز برگرد پایین. گفتم که ببین من 29 سال دارم اطفای حریق انجام میدم، تا حالا نشده تو طول خدمتم نفر اول تا حریق نیام، نفر آخر بیرون نیام. خیلی بده من الان خارجم، اجازه بده من برم بالا، میتونم کارمو انجام بدم. برای دور دوم و سوم ایشون اعلام کرد دستور میدم که بری پایین، چون وضعیت مناسبی نداری. توجه نکردم، با اینکه اطاعت از دستور جزء ارزش‌های ماست. تو اون لحظه نمیتونستم قبول کنم که اون محل رو ترک بکنم، چون زمانی که از پله‌ها میومدم بالا، تو طبقات تعداد زیادی از مردم رو میدیدم که داخل مغازه‌هاشون حتی بعضیا نشسته بودن، یعنی هنوز به حقیقت ماجرا پی نبرده بودن که چه اتفاقی افتاده. خیلی ها داشتن لوازمشون رو جمع میکردن، مالشون رو، زندگیشون. تو بعضی از فیلم ها فکر کنم یکی از کارهای بزرگی که شما رفقاتون کردین، حتی طبیعی هم هست، کاسه به بازار. بله. چکشون توه، صفتشون توه. بله. سندشون توه. یه صحنه هایی با فشار وحشتناک میخواستن این کسبه. بله. محترم برگردن زندگیشون رو ببرن و دیدن بچه ها داشتون که آقا خطرناکه برنگرد، یعنی یه مواجهه مردمی این شکلی هم داشتی. گروه سرچ ما که مسئول تخلیه نفرادو واقعا ما مشکل مواجه شدیم. من اینو از دوستمون هم بپرسم، شما کی رسیدین سر صحنه؟ چون حادثه های علی خانی در منطقه 5 عملیات افتاد، بنده
معاون عملیات منطقه 5 هستم. اولین نفر از مدیران ارشد بنده بودم که به محل رسیدم. قبل از توضیحات بگم آقای علی خانی، فقط من تو فیلم‌ها ساختمون پلاسکو رو دیده بودم. یعنی هیچ موقع فکر نمی‌کردم تو نردبون 47 رو فکر کنم فیلم آمریکایی هستش، تو اونجا دیدم یه لحظه آتشان رو نیم متر جا میمونه، معجزه آسا نجات پیدا میکنه. همون اتفاق برای خودم افتاد. یا اینکه دورو چش همکاراش دست و پا زدن تا طبقه، از طبقه دهم یازدهم تا طبقه همکف دست و پا زدن میرن زیر آوار میمونن. فقط من تو فیلم‌ها دیده بودم اینو، ولی تو پلاسکو دیدم، به عینه دیدم و واقعا خیلی زجر کشیدم اون موقع. و الانم که اندازه وقتی شبا خواب میبینم، یعنی میخوام بخوابم کابوسشو میبینم. یعنی هر یعنی شهدایی که سازمان حالا واقعا گلچین شدن. حالا فکر نکنم نمونه شون بیاد، آی صفی زاده، آی روحانی، آی مهرورز، آی امینی که از مدیرای ارشد سازمان بودن، واقعا دست تقدیر گلچین کرد و زایعش حالا از آتشتانی خارج نخواهد شد. بنده رسیدم، ما 16 شهید دادیم. بله 16 شهید دادیم. و اگر رشادت پرسنل سازمان آتشتانی نبود، واقعا یه فاجعه عظیم ملی رخ میداد. یعنی بنده وقتی رسیدم، آقای علی خانی، همون در لحظه اول جلو درب ورودی پلاسکو، عده‌ای از کسایی به من گفتن که آقا زیارت عاشورا در طبقه 8 داره برگزار میشه، جمعیت زیاد است. بنده اومدم پلا بیام بالا، دیدم با خیلی سیل جمعیت که دارن سرازی میشه به سمت من، مثلا نتونستم درست برم بالا، که میگفتم خواهش میکنم اجازه بدید ما بریم بالا. یعنی پرسنل آتشتانی تو این لحظه هم یعنی واقعا به مشکل برخورده بودن، در حالی که حتی ظرفای به اصطلاح اون نظری هم که تو زیارت عاشورا بودن دستشون بود. و برای خیلی هاشون اصلا باور این که ساختمون پلاسکو یا آتش سوزی اتفاق افتاده یا احیانا بخواد آواری اتفاق بیفته اصلا تو مخیلشون نمیگنجید. به خاطر همین بنده رسیدم طبقه دهم، دیدم دود و شعله خیلی فراوان زیاده. فرمانده ایستگاه 115 ما بالا بود، گفت اصلا امکان عملیات این که بخوای با خاموش کنندین اتفاق کنی نبود. بعد گفتم آقای خلط بریم پایین یه خاموش کننده 25 کیلویی من اومدنی دیدم، رفتیم اونو آوردیم. بعد تخلیه کردیم طبقه، دیدیم جوابگو نیست واقعا. اومدیم سراغ سیستمای خود پاساژ که با توجه به اینکه قبلا بازدید کرده بودیم و اخترم داده بودیم که اینا ایراد داره، ولی باز رفتیم گفتیم شاید اتفاقی رخ داده باشه. رفتیم طبقه دهم خراب بود، طبقه نهم کوبلینگا شکسته بود نمیتونستیم عملیات کنیم، از طبقه هشتم شروع کردیم ولی متأسفانه پمپشون خاموش بود نتونستیم عملیات کنیم. تو این لحظه پرسنلمون دیگه رسیدن، ولی انقدر بار اشتعال زیاد بود، تجمع لباسایی که دوخته شده بود پارچه، حتی تو سقف‌های کاذب هم بود، واقعا کارو برام حتی تو سقف‌های کاذب دائم داشت می‌ریخت پایین و واقعا نفوذ برای ما خیلی مشکل کرده بود. بهترین خوراک رو برای شعله برتر شدن آتش اینجا وجود داشته و این خیلی وحشتناک. آقای خانه، من ابتدا بعد اینکه ادامه بدم صحبتمو بگم، قهرمانان واقعی ما خانواده این شهدان، اون پدر و مادرانی که این بچه ها رو بزرگ کردن و همسرانی که با توجه به نوع شغل ما زندگی با ما رو انتخاب کردن، واقعا قهرمانان واقعی اونا. من یادی کنم از شهدا، ما 42 شهید قبل از این حادثه داشتیم، 16 شهید در حادثه پلاسکو، جمعاً 58 شهید تا الان تقدیم جامعه کردیم در راه برقراری ایمنی در جامعه. من یادی کنم از شهید امینی، خدا روحش رو شاد کنه، ایشون میگفت ما آتش نشانا تو ایران، تو تهران، حتی شاید لازم باشه برای مال مردم هم جونمونو بدیم. اصلا اون فیلم که به نظرم که درخشان ترین دیالوگ هایی که شنیدیم در سالهای اخیر در حوزه فضای مجازی، اون فیلمی بود که اومد بیرون که یکی از همکارای شما این جمله رو میگفت با گریه که به علی گفتم نرو، گفت مال مردم داره میسوزه. خیلی جمله است، خیلی جمله است. یعنی اگر همه تو مملکتمون به این فکر بکنیم که گلستونیم، بهشت برینیم. خیلی دوست دارم نام تک تک این شهدا رو ببرم، میترسم نفری رو از قلم بندازم آزرده خاطر کنم خانواده‌های محترمشون. ولی ما نفراتی داشتیم که حتی خارج از شیفت، آقای علی مصطفی اومدن تو حریبا شهید شدن، نفری داشتیم آقای بهنام میرزاخانی که من یادم وقتی از طبقه دهم علی رغم بله باطنی اومدم خودمون به
در طبقه نهم و طبقه بریچت رسوندم و بهنام گفتم خدا رحمتش کنه بهنام جان سری سیلند منو عوض کن، من باید برگردم بالا. اینم یاد بگم قبل از اینکه بیام پایین تو کش و قوس صحبت بودم، خدا بیامرزه آقای صفی‌زاده تشریف آوردن، گفتم بروز برو پایین من هستم، نگران بچه‌ها نباش من هستم. گفتم صفی من سری برمیگردم بچه‌ها رو به تو سپردم. اومدم طبقه نهم سیلند نبود، اومدم پایین که به طبقه همکف که رسیدم حالم بد شد، منو با آمبولانس انتقال دادن، ولی چون راه بسته بود نمیتونستم منو به بیمارستان ببرن. در همون موقع بود که اطلاع پیدا کردیم طبقه 12 و 11 آوار شد روی بچه ها. دو سه نفر دیگه هم تو آمبولانس بودن که از قسمت های مختلف دچار سوختگی شده بودن. همه از آمبولانس اومدیم بیرون، مجددا لباسامو رو برداشتیم و رفتیم داخل بوش. خیلی صحنه های عجیب بین شما خلق شد. ما داره تیتراژمون پخش میشه. تحسینتون میکنیم واقعا. تحسینتون میکنیم. به حضورتون افتخار میکنیم. و اعلام میکنیم که مدیون رفقای شما هستیم که شهید شدن در این حادثه برای نجات جون هموطنا و همشهریاشون. از قصه راجع به قصه معدن خیلی صحبت کردیم. نمیدونم واقعا فکر میکنم یه روزی باید به یه جایی برسه که بهترین اتفاقات برای شریفترین ها بیفته. برای کارگر معدنی که این لقمه و این نون انقدر طیب و طاهره باید بهترین شرایط فراهم بشه. ولی باید اون تجارت اصطلاحاً اون بیزینس زغال سنگ هم جون بگیره که بتونن توی این ماجرا خرج کنن. امیدوارم که باز تکرار میکنم شاهد اومدن یه خون از دماغ کارگر معدن نباشیم. نکته نداری شما؟ علی خانی من عذرخواهی میکنم بابت همیشه ممنون از شما. فقط من خواستم یه تقدیری اول بکنم از مقام معظم رهبری، هم بابت تمام تسلیتی که برام دادن، هم فرستادن نمایندهشون تو صحنه و همچنین بابت حضور ریاست محترم جمهور که در صحنه حضور پیدا کردن. تقدیر تشکر میکنم واقعا از تمام کسانی که تو این صحنه بودن، خود بچهای هلال احمر هم خیلی بچهای هلال احمر رفتان بخواد زحمت کشیدن تو صحنه بودن، بودن شبانه روز اینو دیدم. تقدیر تشکر میکنم. این درد سنگینیه واسه ما تا آدم دستشون نبره درد رو نمیفهمم، چون دارم میبینم خودم درد رو دارم میکشم، برای خودم این درد رو احساس میکنم. آدم تا این دست بریده نشه اون کلمه سخت براش معنی نمیده، وقتی معنی میده که دست بریده بشه. من مثلا به نفر میگم خدا بیامرزه تسلیه لرز میکنم، اون شاید احساسی من در من ایجاد نشه، ولی برای این نفر خیلی سخته. کاری که این عزیزان کردن امثال مشتبه، من آیه از قرآن میارم بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اندادا عند ربهم یرزقون. میگه اینطور آدمایی که بابت جونشان فی سبیل الله دارن میرن میدن، پیش خدا روزی دارن، این کار کوچیکی نیست. من میخوام اینه بگم چیز خاصی نیست واقعا. راحت باش، صدای اذان موبایل محمده. چقدر خوب شد که این صدا از موبایل تو در اومد که من این سوال ازت بپرسم. تو مشتبه نجاتت میده، خودت هم رفتی با اینکه شیفتت نبود که رفقاتو نجات بدی تو معدن. محمد واقعا اینو صادقانه جواب بده، برمیگردی تو معدن کار کنی؟ بله. برمیگردی؟ من الان برگشتم، یعنی از فردا یا پس فردا هر وقت باشه شروع به کار میکنم. آقای علی خانی من از دوستانتون میخوام اون تصویری که از این عزیزمان بالا یه باره تصویر مشتبه رو پخش کنین رفقا. امیدوارم که حالا میگم یه چیزی شاید نتونه تسلا بده خاطره بازماندگانی مثل شما رو، اما امیدوارم اون شرایط فراهم بشه، اون بیمه‌ای که قطعاً اعلام شده که به خانواده‌های درگذشتگان در معدن در واقع تقدیم میشه که قطعی شده و انشالله اتفاق میفته. اگر کنه بسخانم شکر بلابتون، این عکس که الان داریم میبینین اتاقیه که این عزیزان میرفتن اونجا کارهای عمرشون رو انجام میدادن، اینجا قضاشون رو میل میکردن، اینجا استحسانشون رو میکردن، نمازشون رو میخوند. این همین دفتر اداریه که ما میگیم برای این عزیزان، لباس کارشونه. مردم ما ببینن و بفهمن. ولی حداقل دختر خانم مشتبه عزیزم بیاد کنار مادر. خیلی سخته، خیلی سخته. بازم میگم ما خیلی بعضی موقع فکر میکنیم خیلی سخت. الان سلام عمو، خیلی خوش اومدی. بعضی موقع فکر میکنیم خیلی سخت قهرمان پیدا میشه تو شهر و دیارمون. ما تیتراژم داره پخش میشه. من این نکته رو بگم، باز اگر جمله بود ضبط میکنیم. این آیتم پشت صحنه ما خیلی جذاب شده برای مردم. یه نکته ای رو ذکرش رو ضروری میدونم. در حین برنامه یه زیرنویسی در برنامه ما پخش میشد
که مربوط به ستاد محترم دیه است، یک ستادی که سالهاست کارهای بسیار بسیار بزرگی کرده و گره گشایی های بسیار بزرگی و گشایش هایی که خیلی دل مردم رو شاد کرده که مربوط به ماجرای دیه است و حتی بعضی موقع تا چند سال قبل مربوط به کسانی که در حوزه مهریه در زندان بودن. اگر تمایلی دارین حتما میتونین کارهای بزرگ و بزرگ و بزرگتر کنین. ماجرایی که با مشارکت قوه قضاییه و سازمان محترم زندان‌ها اتفاق افتاده در برنامه ما مربوط به زندانیانیه که اشتباه کردند، جرمی رو هم مرتکب شدن، اما اولین بارشون بوده در قلب ماه مبارک رمضان که فرصتی است برای بازگشت آدم‌ها. زندانشون رو هم متحمل شدن، اگر 2 سال بوده به جاش 8 ساله در زندانن، چون پول رو ندارن جریمه رو بدن یا مال مردم رو برگردونن و بیان بیرون و خانواده‌هاشون آوارن. اون ماجرا مربوط به این جنس زندانیایی که یک مرتبه دچار این مشکل شدن و درگاهش ستاره 733 ستاره 40 مربع فقط و مستقیما این پول به حساب سازمان زندان‌ها پرداخت میشه. 500 تا قطعی آزاد شدن، 300 تا در شرایط آزادی هستن، مطمئناً به 1000 خواهد رسید و این اتفاق بزرگ و باشکوه رقم خواهد خورد. متشکرم، دستبوس شما هستم، ماهتون عسل و تا فردا، خدا نگهدار.